رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در آستانه نشست شورای حکام آژانس تأکید کرد که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و دستیابیش به منابعی که از خط قرمزها عبور می‌کند چند هفته بیشتر نیست. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. گروسی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه برنامه هسته‌ای ایران را جاه طلبانه توصیف کرده و از تردیدهای مهم در ارتباط با جمهوری اسلامی سخن گفته است. او در این حال گفته راهی جز این نیست که همکاری طرفها با ایران در مورد برنامه هسته‌ای ادامه پیدا کند، اما روند این همکاری نباید بی پایان باشد. به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی تا اکنون به پرسش‌های آژانس پاسخ‌های تکنیکی قانع کننده نداده است. فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کردند تا از شورای حکام آژانس بخواهد جمهوری اسلامی را به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌ها درباره آثار اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده مؤاخذه کند. در مقابل، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هشدار داده است که هر گونه اقدام سیاسی علیه برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با واکنش فوری جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در دیدگاه همراه با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر امور بین الملل از فنلاند، اهمیت این دوره از نشست شورای حکام را بررسی می کنیم و از احتمال صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی می پرسیم. آقای غفوری، ابتدا ارزیابی شما را از روز اول نشست شورای حکام در مورد مسئله هسته‌ای ایران بشنویم. چه نکاتی این نشست رو مهم یا حتی بسیار مهم کرده؟ اظهارات آقای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بسیار مهم هست به نظر من امروز، به خاطر اینکه او از یک طرف هشدار داده به اینکه جمهوری اسلامی از نظر میزان اورانیوم غنی شده خیلی خیلی نزدیکه به خط قرمز، ممکنه چند هفته بیشتر زمان لازم نداشته باشه که از خط قرمز عبور کنه. خط قرمز به این معناست که میزان کافی مواد شکافت پذیر، یعنی اورانیوم غنی شده، در اختیار داشته باشه که اگر بخواد بتونه برای ساخت یک سلاح هسته‌ای از اونها استفاده بکنه. البته الان حداکثر درصد غنی‌سازی 60%، ولی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای، برای به کارگیری در سلاح هسته‌ای باید 90% بشه که اون از نظر فنی چندان دشوار نیست برای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه الان داره 60% غنی‌سازی میکنه. نکته دوم این بوده که آقای گروسی هشدار میده در این مورد که توضیحاتی رو ایران ارائه نکرده که باورپذیر باشه از نظر آژانس در مورد مواد هسته‌ای پیدا شده در چند منطقه در ایران، که خب یکی از اونها موادی بوده که در سال 2018 از ترک‌خوزآباد منتقلش کردن، معلوم نیست به کجا، و این دو هشدار رو میده و بعد تاکید میکنه که اگر قطعنامه قراره که صادر بشه باید به ایران یادآوری بکنه که نیاز به همکاری بیشتر هست برای آژانس. یک نکته دیگر هم آقای گروسی گفته که این همکاری نباید روندش بی پایان باشه، یعنی اینکه به این صورت نباشه که هی آژانس سوال بکنه و جمهوری اسلامی بگه باید که جواب میدهیم، پی دورهای 3 ماهه تمدیدش کنه و در نهایت به هیچ جایی نرسه. علیه این هم هشدار داد آقای گروسی. درباره این پرسش های آژانس به ما بگید آقای غفوری، که گفته پاسخ های ایران برای ما قانع کننده نبوده. سوال های آژانس چی بوده و ایران چه جوابی داده که آژانس رو قانع نکرده؟ سوال های آژانس این بوده که در چند نقطه از ایران جمهوری اسلامی قبلا اعلام نکرده بوده اصلا فعالیت هسته‌ای در اونجا وجود داشته، آثار اورانیوم کشف شده. یعنی طبق پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا MPT که ایران عضوش هست، هر گونه فعالیت هسته‌ای یا مواد هسته‌ای باید گزارش بشه. این رو ایران گزارش نداده بود. زمانی که اسرائیل اسنادی رو از ایران ربود و اون رو در اختیار آژانس قرار داد، آژانس به حال در جریان قرار گرفت که در چند نقطه فعالیت هسته‌ای می‌شده، رفتن اندازه‌گیری کردن و دیدن بله بقایای اورانیوم کشف شده. سوال آژانس این بود که اینها از کجا اومده و به کجا رفته. جمهوری اسلامی اول یک سری پاسخ‌هایی داد، مانند اینکه سانتریفیوژهای نسل 1 پاکستان P1 که آمده بوده آلوده بوده اینجا بوده بعد رفته، ولی نتونست بازرسان رو قانع کنه. بعدن که اصلا زد زیرش و گفت که یک خرابکاری شده، یعنی مثلا دشمن ها آمدن و در چند مورد اورانیوم پخش کردند و اصلا ما خبر نداریم که این کجاست و روحمون اصلا خبر نداره از این اورانیوم.
خب آژانس هم میگوید ما کودک نیستیم و این جواب قانع کننده نیست. چیز قانع کننده بدید که ما هم بدونیم که این اورانیوم ها از کجا آمده و الان کجاست. این موضوع مورد علاقه آژانس است. آقای غفوری، وزیر خارجه ایران به نوعی به نظر میاد دست پیش گرفته، تهدید کرده که اگه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه با اقدام متقابل روبرو خواهد شد. این عواقب چی میتونن باشن؟ ایران مشخصاً چه ابزاری برای مقابله داره؟ ببینید، ابزار داره ولی ابزار بسیار خطرناکی است، یعنی بازی با آتش است. حالا اگر فرض بکنیم که این تهدید تو خالی نباشه و واقعاً بخواد اقدامی انجام بده، این اقدام با توجه به این که در واکنش به یک قطعنامه احتمالی شورای حکام است، باید در مورد برنامه هسته‌ای باشه دیگه. تنها قدمی که تا الان ایران بر نداشته، چون تمام موارد نقض برجام رو قبلاً برداشته، سطح دسترسی بازرسان آژانس رو هم محدود کرده، تنها کاری که نکرده بود تا الان این بوده که از امپیتی خارج بشه، یعنی اینکه اقداماتی رو از جمله قطع کردن کلیه دسترسی آژانس میتونه انجام بده بازرسان آژانس، یا اینکه بگوید ما اصلا دیگه به سوالها جواب نمیدیم، همکاری نمیکنیم، همه اینا نقض امپیتی است، یا بگوید اصلا من از امپیتی خارج میشم. خب این بسیار خطرناکه، به خاطر اینکه در شرایط کنونی که تمام دنیا نگران میزان اورانیوم غنی شده ایران هست، اگر قرار باشه که از امپیتی هم ایران تهدید بکنه که خارج میشه، احتمالاً سر و کارش میفته با شورای امنیت فصل 7 و حتی احتمال درگیری‌های نظامی مانند حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران طبق تهدیدهایی که بیشتر اسرائیل کرده. بنابراین این تهدید، یعنی راهکار داره ایران، راهکارش این گونه است و خب عواقب جدی هم در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد تهدیدش عملی بکنه براش همراه خواهد داشت. یه تأکید دیگه گروسی این بود که جمهوری اسلامی تا دستیابی به سلاح اتمی فاصله داره. آقای غفوری، این گزاره آیا ممکنه به موضع گیری نرمتر اعضای شورای حکام در قبال ایران بیانجامه؟ ببینید، فاصله داشتن تا اولین سلاح اتمی چند معنی میتونه داشته باشه. از نظر میزان اورانیوم کافی برای به کار بردن یا ساخت یک سلاح هسته‌ای، جمهوری اسلامی در آستانش هست. فقط کافی است که اورانیوم ها رو تجمیع کنه، یعنی درصد پایین 5%، 4% رو به اضافه 60% اینها رو تجمیع کنه و بره تا غنای 90%. این یک مسئله است که خب اون خودش زمان بره، ولی مواد هسته‌ای به خودی خود باعث ساخت بمب نمیشن. این بمب باید اول آزمایش بشه در یک محفظه زیرزمینی به صورت انفجار محدود، چاشنی‌هاش ساخته بشه، بعد باید سوار بشه بر سر یک کلاهک موشک بالستیک برای مثال، یا اینکه بمب‌هایی که توسط هواپیما حمل میشن که خب جمهوری اسلامی هواپیماهای مناسب برای این کار رو نداره. بنابراین از نظر فنی برای اینکه برسد به اینکه اولین بمبش رو بگه من دارم، زمان هنوز داره. منتها میزان کافی اورانیوم رو در اختیار داره، یعنی زمان گریز که تعریفش این بود که جمهوری اسلامی برسه به میزان کافی اورانیوم، از پیشتر که در زمان برجام یک سال بود، الان رسیده به چند هفته و چند روز. این است که عامل نگرانی است. برای همین من فکر میکنم که شورای حکام تا لحظه آخر اگر نتونه جواب مناسب رو از جمهوری اسلامی بگیره، احتمالاً یک قطعنامه رو صادر بکنه، ولی ادبیات به کار رفته در اون قطعنامه واقعا بستگی داره به اینکه چه اجماعی درش در شورای حکام صورت بگیره. آقای غفوری، جمهوری اسلامی در این دوره چند اندازه از حمایت روسیه و چین برخورداره؟ بسیار زیاد، به خاطر شرایط کنونی جنگ اوکراین، یعنی حمله روسیه به اوکراین. روسیه در شرایطی قرار گرفته که از هر کارتی برای مقابله با غرب استفاده میکنه. یکی از این کارت‌ها هم به هر حال جمهوری اسلامی است که روسیه داره از پرونده هسته‌ایش به نفع خودش استفاده میکنه. بنابراین برای رویارویی با دنیای غرب، روسیه موضعی که اتخاذ کرده و اخیراً تأکید کرده که روی اون میمونه، این بوده که با این قطعنامه مخالفه. چینی ها هم یه همچین واکنشی رو نشون دادن، گفتن که ما ترجیح میدیم که سیاست ترغیب ایران به همکاری پیش گرفته بشه، نه صدور قطعنامه. یعنی این دو بر برابر صدور یک قطعنامه به احتمال قوی خواهند ایستاد. اینکه آیا میتونن
میتونن بقیه رو هم همراه کنن با خودشون، بقیه اعضای شورای حکام رو. این توش اگر و اما هست، چون دو جور در شورای حکام رأی گیری میشه. یک جورش اینه که همه موافق باشن با اجماع، اصلا دیگه به رأی گذاشته نمیشه، میگویند که این قطعنامه تصویب شده. اگر حتی یک عضو مخالف باشه، اون وقت رأی گیری میشه. قبل از رأی گیری کشورها رایزنی میکنن، یعنی برای مثال کسایی که قطعنامه رو پیشنهاد میدن سعی میکنن کشورهای بیشتری رو با خودشون همراه کنن، مخالف ها هم سعی میکنن که کشورهای بیشتری رو با خودشون همراه کنن. با توجه به جو کنونی اما مشخص نیست که چین و روسیه چند نفر رو میتونن یا چند کشور رو میتونن در واقع برای مخالفت با قطعنامه با خودشون همراه بکنند. در آخر آقای غفوری به ما بگید شما چه پیش بینی از نتیجه پایانی نشست شورای حکام دارید؟ امکان صدور قطعنامه علیه ایران رو بیشتر میدونید یا فکر میکنید جمهوری اسلامی به پرسش ها و نگرانی ها جواب قانع کننده ای بده؟ تا الان سیاست جمهوری اسلامی این بوده که در آستانه نشست شورای حکام همیشه یک امتیاز میداده. حالا یک روز این امتیاز ممکن بوده افزایش سطح دسترسی آژانس باشه، یک روز اجازه نصب دوربین باشه، یک روز وعده این باشه که ما با شما همکاری خواهیم کرد. تا الان قطعنامه رو به تعویق انداخته. اما اگر الان از خودش در همین یکی دو روز واکنشی نشون نده، مبنی بر یا آثاری نشون نده که همکاری عملی خواهد کرد، به گمان من این قطعنامه دست کم با یک لحن نچندان شدید صادر خواهد شد، به خاطر اینکه نگرانی های اعضای شورای حکام نگرانی های جدی هستند. تنها عاملی که ممکنه جلوی قطعنامه رو بتونه بگیره اینه که جمهوری اسلامی سعی بکنه با ارسال پیام هایی به آژانس این قول و تعهد رو بده که در 3 ماه آینده، یعنی تا نشست بعدی شورای حکام، قول بده که به سوالها جواب خواهد داد و سعی خواهد کرد که با جامعه جهانی به یک تعاملی دست پیدا کنه. در غیر این صورت من فکر میکنم که قطعنامه صادر خواهد شد. سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.